این روزها شاهد نوع دیگری از سرکوب در مورد حجاب اجباری به هموطنانمون هستیم. از جمله کلمپ کسب و کار شهروندان در اصناف مختلف تبدیل به ابزار سرکوب برای حکومت آخوندی شده. چرا رژیم اقدام به کلمپ اماکن کسب و کار کرده؟ آیا جامعه میتواند پذیرای چنین سرکوبی باشد؟ برای پاسخ به این سوالات همراه هستیم با آقای محمد راپوتان. با سلام به شما آقای راپوتان و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه ما شرکت کردید. من هم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز ایران آزادی. همونطور که اشاره شد، رژیم در رابطه با حجاب اجباری اقدامات سرکوبگرانه رو شدت بخشیده و اخیراً شاهد پلمپ محل‌های کار شهروندان هستی. چرا رژیم اقدام به بستن کسب و کار مردم کرده؟ در پاسخ به سوال شما باید بگم که واقعیت اینه که سرکوب خصیصه ذاتی و اصلی ترین عامل بقای این رژیمه. از این رو با شروع سال جدید و فروکش کردن موقتی اعتراضات در شهرهای مختلف، رژیم تلاش میکنه تا با تحمیل انواع اجبارات حکومتی مانند حجاب اجباری به سرکوب هرچه بیشتر مردم، بلخص زنان و دختران میهنمون که پیشتازان قیام اخیر بودن، بپردازه. در همین راستا خامنه‌ای ولی فقیه زوار در رفته رژیم در اولین اقدام خودش فرمانده نیروی انتظامی خودش رو عوض کرد و رادان رو که یک جنایتکار با پیشینه‌ای سیاه از سرکوب زنان بوده به روی کار آورد تا بتونه هرچه بیشتر سیاست سرکوب خودش رو اجرا بکنه. اما برای اجرای این سیاست سرکوب محتاج بود به سیاست های مکملی که بتونه سیاست سرکوب رو در جامعه رواج بده. یکی از این سیاست های مکمل اقدام به بستن و پلمپ مغازه ها، مراکز خرید، رستوران ها و غیره بود. این کاریست که رژیم انجام داد. برای همین اگر شما در این روزها حتی اگر به فضای مجازی، به رسانه‌های رژیم هم مراجعه کنید، می‌بینید که بسیاری از مغازه‌ها، پاساژ‌ها و مراکز خرید رو بسته. این سیاست بگیر و ببند، این سیاست پلمپ و بستن مغازه‌ها به قدری زیاد بود و زیاد هست که حتی روزنامه حکومتی شرق در گزارشی اعتراف کرد که تنها در فروردین ماه 1402 بیش از 2000 واحد صنفی بسته شده و پلمپ شده. این امر با خشم گسترده و اعتراضات بسیار گسترده در بین شهروندان مواجه شد. حتی این اعتراضات باعث شد که بخشی از حاکمیت و حتی برخی از حقوقدانان حکومتی هم نسبت به این مسئله واکنش نشون بدن. به عنوان نمونه محسن برهانی که یکی از همین حقوقدانان حکومتی هستش، ضمن اعلام مخالفت با بستن و اعتراض نسبت به بستن واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، از صاحبان این مغازه ها و واحدهای صنفی خواست تا بر علیه نیروی انتظامی و اون کسایی که اومدن این رو بستند اعتراض بکنه. این بازتاب سیاست سرکوب رژیم در جامعه بود. بله، همونطور که در توضیحات شما بود، رژیم برای تحمیل حجاب اجباری دست به پلمپ اماکن و کسب و کار و مراکز تجاری زده. سوال من این هستش که
ارزیابی شما از گسترش اقدامات بستن اماکن کسب و کار چیه؟ مطمئنن و به قطع و یقین میتونیم بگیم که سیاست بگیر و ببند، پلم کردن و بستن مغازه ها همانند سیاست سرکوبگرایانه گشت ارشاد در قبل از شهریور 1401، سیاست سرکوبگرانه ای که به جان باختن مظلومانه مهسا امینی و آغاز قیام خونین منجر شد، نه تنها نمیتونه تأثیر مثبتی برای رژیم خامنه ای داشته باشه، بلکه تبدیل به آتش زنی دیگری برای قیام و اعتراضات در پیش خواهد شد. قیام و اعتراضاتی که دامن خامنه ای و رژیم اون رو خواهد گرفت. واقعیت اینه که تمام این سیاست های سرکوب برای خاموش کردن خشم اعتراضات مردمه. من یک نمونه و مثال خیلی کوچیکی رو برای شما میزنم که در فضای مجازی و حتی در رسانه های رژیم هم منعکس هستش. ببینید، رژیم اقدام میکنه به بستن عنوان نمونه 2000 واحد صنفی در فروردین ماه، اما بسیاری از این واحدهای صنفی که بسته شده بودند توسط رژیم، پس از فک پلمب و باز شدن، به جای اینکه در مقابل این سیاست سرکوب عقب نشینی بکنند، رسما اعلام کردند هر شهروندی که مخالف حجاب اجباری و سیاست های سرکوبگرانه رژیمه، به مراجعه کنندگانی که از این شهروندان هستند 50% تخفیف خواهند داد. این بازتاب سیاست های سرکوبه. رژیم به دنبال خاموش کردنه. سیاست سرکوب در ازای خودش خشم توده ها رو به دنبال داره. ببینید، این واقعیت جامعه ماست. یک تضادی بین مردم ایران و حکومت چپاول و غارت است. یک تضادی بین 80 میلیون ایرانی و حکومت شکنجه و اعدام است. این تضاد با این سرکوب ها خاموش نمیشه و از بین نمیره. این تضاد عمیقتر از اون حرف هاست و برای همین هم هستش که رژیم سعی میکنه اون رو سطحش رو بیاره پایین، بگه یک حجابه، یک روسریه. اما نه، واقعیت جامعه ما این هستش که تضاد بین مردم ایران و حکومت جهل و جنایت تنها و تنها از طریق سرنگونی این رژیم و قیام هایی که آینده این جامعه ما رو می سازه حل خواهد شد. بله، با تشکر از شما که در این برنامه با ما همراه بودید. خواهش میکنم، موفق باشید.